دوستان عزیز، من ساسان توسلی هستم و این جلسه دهم درس‌های کوتاه هفتگی من هست برای سایت مای کلیسا. توی درس‌هایی هستیم که من اسمشو گذاشتم قلب سخاوتمند، روحیه داوری. داریم درباره قضاوت کردن، داوری کردن، دیگران رو محکوم کردن، انتقاد و ایراد گرفتن. داریم درباره موضوعی خیلی مهم صحبت میکنیم که خیلی تأثیر داره در روابط ما، در کلیسا، در جامعه، در خانواده. و تشویق من تو این درس اینه که یاد بگیریم که اون قضاوت صحیح کتاب مقدسی، اون قضاوتی که با نیت محبت و فیض حقیقتی رو مطرح میکنه، با فروتنی، با ملایمت، چه فرقهایی داره با اون قضاوت کردن، داوری کردن و محکوم کردن دیگران. و امید من اینه که یواش یواش در زندگی مسیحیمون رشد کنیم که یاد بگیریم چطوری حقیقت رو با محبت مطرح کنیم، چطوری نقد سالم بکنیم و چطوری خودمون انتقاد پذیر و نقد پذیر باشیم و به طرف اصلاح شدن در روابطمون حرکت کنیم. تو این درس دارم از کتابی استفاده میکنم که تیترش هست Making Judgments Without Being Judgmental، چطوری داوری کنیم بدون اینکه روحیه داوری داشته باشیم. ترجمه تفسیری من از تیتر این کتاب هست و تری کوپر نویسنده این کتاب هستش. و تو این جلسه دارم صحبتمو ادامه میدم از هفته گذشته که وارد فصل سوم این کتاب شدم. بسیار بسیار نکته های ظریف و مهمی رو نویسنده تو این فصل مطرح میکنه. تیتر فصلش هست Insecure Arrogance versus Confident Humility. داره نویسنده مقایسه میکنه اون غروری که حتی خیلی وقتا پشتش عدم اعتماد به نفس اون شخص هستش، در مقایسه با اون اعتماد به نفسی که سر تا سرش با فروتنی هست. معمولا ما فروتنی رو یک صفتی میدونیم که در مقایسه با آدمای اعتماد به نفس، فکر میکنیم آدمایی که اعتماد به نفس دارن معمولا مغرور میشن و آدمی که فروتنه همچین سرش کجه و خودشو خیلی کوچیک میبینه. این فروتنی کتاب مقدسی نیست. فروتنی کتاب مقدسی به ما کمک میکنه که یک فروتنی سالم، یک فروتنی که بر اساس حقیقت و تعالیم کتاب مقدسه، به ما کمک میکنه که ارزش خودمون رو بدونیم در حضور خدا. ما فرزندان خدا هستیم اگر به مسیح ایمان آوردیم، هم قبول بکنیم که گناهکاریم با یک عالم ضعف و هم میپذیریم ارزشمون رو در عیسی مسیح، هویتمون رو به عنوان فرزندان خدا. ولی صحبت نویسنده، من حالا وارد بحث‌های آکادمی که این فصل نویسنده نمیخوام بشم، ولی نویسنده یه موضوع خیلی مهمی رو مطرح میکنه. اکثر متفکرین در غرب و به خصوص در تاریخ مسیحیت از آگوستین گرفته تا بیایم تا قرن 21، مشکل اساسی انسان رو غرور میدونن و اینی که غروره که باعث میشه که انسان به خیلی گناه‌ها کشیده بشه. این غرور و خودبرتربینی ما انسان هاست که چقدر باعث دعواها میشه، باعث این ایراد گرفتنها، انتقاد کردنها، داوری کردنها، محکوم کردن دیگران میشه. پس خیلی از متفکرین، چه حالا مسیحی چه حتی غیر مسیحی، مشکل انسان رو این غرور، این از خودشیفتگی، نارسیسیزم، امروز این مبحث خیلی مهمی هم هست، از خودشیفتگی، نارسیسیزم، اینی که انسان خودش رو خیلی دوست داره، انسان خودمحوره، انسان خودشیفته است، انسان مغروره، انسان خودش رو از دیگران برتر میدونه. یک عالم آمارها و تحقیقات در سطح جامعه انجام میشه که هر کسی، اکثر مردم خودشون رو برتر از حد متوسط جامعه میدونن، اکثر کشیشا خودشون رو برتر از واعظین و کشیشای متوسط میدونن، اکثر استادای دانشگاه خودشون رو معلمین بهتری از حد متوسط در مملکتشون میدونن، همه خودشون رو خیلی رتبه بالایی به خودشون میدن. پس خیلی از متفکرین و نویسنده ها و محققین روانشناسی در سطح ابعاد وسیع جامعه تو تحقیقاتشون به این باور هستن که انسان به خاطر غرورش، به خاطر از خودشیفتگیش، به خاطر خودمحوریش و خودبرتربینیش دائم درگیر محکوم کردن و داوری کردن دیگرانه، دائم نمیبینه نقطه کورهای خودش رو، ضعف خودش رو، مشکلات خودش رو. این یک جریان فکری هست در تحقیقات آکادمیک و الهیاتی. ولی حالا نویسنده یه موضوع خیلی مهمی رو مطرح میکنه، یه پارادوکسی رو اینجا مطرح میکنه که دعا
درسته که انسان درگیر غروره و درگیر خودشیفتگیه، درگیر خودمحوریه، خود برتربینی و خود بزرگبینیه، خودخواهیه، اینا همه درسته. ولی وقتی عمیق‌تر نگاه میکنیم، شاید به لایه‌های ضمیر ناخودآگاه افراد نگاه میکنیم، وقتی که توی تراپی و مشاوره روانشناسی با مردم سر صحبت میشینیم، میبینیم همون افرادی که به ظاهر خیلی با اعتماد به نفس و مغرور و از خودرازی و خود بزرگبینی رو مطرح میکنن و رفتار میکنن، اونور سکه درگیری دارن با شرم، درگیری دارن با خودکمبینی، خودنفرتی، استراب، ترس، خودمحکومی، عدم اعتماد به نفس. و صحبت نویسنده اینه، این پارادوکس رو تو این فصل مطرح میکنه که اونهایی که به ظاهر خیلی مغرورانه دارن با دیگران برخورد میکنن و دیگران رو داوری میکنن، خیلی هاشون اگر وارد عمق افکارشون بشی، وارد عمق مسائل قلب و زندگیشون بشی، میبینی همون افراد دارن مبارزه میکنن با شرم، با ترس، با خودمحکومی، خودنفرتی، با استراب. و میگم حالا نویسنده یک عالم اسمای محققین مختلفی رو مطرح میکنه و بحثای آکادمی، کتاب ها، مقاله ها، تحقیقات که من دیگه اونجا وارد نمیخوام واردش بشم، توی گنجایش نداره برای این برنامه های کوتاه من. ولی این نکته رو فقط میخوام گوشزد بکنم برای قلب خودمون که اگر یا من هدفم این نیست که ما حالا دیگران رو داوری کنیم با این بینش، ولی اینکه به قلب خودمون نگاه بکنیم. و اگر دائم داریم از دیگران ایراد میگیریم، بله این شاید داره منعکس میکنه غرور ما رو، ولی شاید هم داره منعکس میکنه یه حقیقت عمیق‌تر که ارزش خودمون رو درست نفهمیدیم، در خودمون احساس امنیت نداریم، دائم از دیگران احساس خطر میکنیم، احساس عدم امنیت میکنیم. واسه همینه که کلمه انگلیسی میگه insecure arrogance، غروری که توش امنیت نیست. اون کسی که دائم احساس عدم امنیت میکنه، دائم از دیگران احساس خطر میکنه، دائم درگیره با شرم خودش، با ضعف‌ها و گناه‌های خودش، با عذاب وجدان شاید خودش، با استراب خودش، با خودکمبینی خودش، خیلی وقتا با اون ماسکی که دائم داره انگشتش به دیگرانه، توجه رو میخواد به دیگران جلب کنه، ضعف دیگران رو انتقاد کنه، از ضعف خودش یا آگاهی نداره یا نمیخواد صحبتی بکنه، دائم در حال محکوم کردنه، اون شخص درگیر شرم و عدم اعتماد به نفس و عدم امنیت و استراب و ترس و خودکمبینی هم شاید باشه. پس اینا با هم از همدیگه جدا نیست، غرور، خود بزرگبینی، خودشیفتگی و همچنین شرم، ترس، استراب، عدم امنیت داشتن، خودکمبینی. این به نظر من بحث بسیار بسیار جالبیه. دعوت من اینه که هدف من نیست که حالا نگاه کنیم به دوستامون، به اعضای کلیسامون، به همسرمون، نه، هر کی که داره این برنامه رو گوش میده به قلب خودش نگاه کنه. چه جاهایی وقتی که ما تو برخورد با دیگران اونا رو داوری میکنیم، محکوم میکنیم، حالا شاید داوری رو محکوم کردنمون حتی به زبون نیاد، ولی تو ذهنمون یک برچسبی میزنیم، تو ذهنمون اون رو از خودمون کمتر میبینیم، خودمون از اون بهتر و بالاتر میبینیم. اگر به قلب خودمون نگاه کنیم، نه فقط غرور رو شاید تو قلب خودمون ببینیم، بلکه مبارزه خودمون با شرم، مبارزه خودمون با خودنفرتی. اینا به نظر من موضوعی خیلی مهمیه که امیدوارم هممون روی خودمون تأمل کنیم. چرا دائم همش از دیگران داریم انتقاد میکنیم؟ چرا دائم داریم به دیگران هیبت و بیراه میگیم؟ پشت سر دیگران حرف میزنیم؟ شخصیت دیگران رو میخوایم خراب کنیم؟ دیگران رو محکوم کنیم؟ دیگران رو دائم انتقاد بکنیم، ایراد بگیریم، گله بکنیم، شکایت بکنیم؟ آیا یک دهم اون انرژی که برای برخورد انتقادی با دیگران استفاده میکنیم خودمون رو هم نقد میکنیم؟
ضعف خودمون، کمبودای خودمون، خودمون به کی کمبود محبت نشون دادیم، خودمون به کی بیوفایی کردیم، خودمون چه جایی بدقولی کردیم، خودمون چه جایی خطا کردیم، خودمون چه جایی در حسادت، در طمع، در ترس و استراب اسیر بودیم و عکس العملمون بر اساس ارزش‌های تعالیم عیسی مسیح نبوده. پس این رو خواستم مطرح بکنم به عنوان لب کلام یکی از صحبت‌های مهم این نویسنده تو این فصل، که خواستم اینجا خلاصه کرده باشم صحبت رو. و حالا نویسنده دوباره یک جدولی داره و نکات مختلفی رو مطرح میکنه از خصوصیات کسی که آدم فروتنیه و اعتماد به نفس داره، confident humility، و این کسی که با اعتماد به نفس، با عزت نفس ارزش خودش رو در خداوند میدونه و با فروتنی داره زندگی میکنه چه خصوصیاتی داره در مقایسه با کسی که مغروره و عدم امنیت داره تو زندگیش. حالا دیگه وقتمون تموم شده تو این جلسه، من یه مقدار توی توضیح دادن نکته های مهم این فصل یه مقدار وقت بیشتری رو گرفتم. حالا در هفته آینده وارد این خصوصیات با هم دیگه خواهیم شد، ولی مثلا میخوام فقط یه نکتهش رو حالا بگم تو این یه دقیقه آخر. کسی که فروتنه، ارزیابی خودش واقع بینانه است، خودش رو واقع بینانه ارزیابی میکنه، به ضعف‌های خودش آگاهی داره، به محدودیت‌های خودش آگاهی داره، خودش رو واقع بینانه ارزیابی میکنه. ولی آدم مغرور بر اساس یک تصویرهای تخیلی، خصوصیات تخیلی خودش رو میخواد نگاه بکنه، خودش رو خیلی بزرگتر میبینه، بهتر میبینه، متدینتر میبینه، روشنفکرتر میبینه، تحصیل کرده تر میبینه، فهمیده تر میبینه. با واقعیت‌های ضعف خودش آدم مغرور نمیتونه روبرو باشه، با واقعیت‌های کمبود خودش، شکستگی‌های گناه خودش، و دائم برای خودش یک تصورات خیالی درست میکنه و خودش رو یک قهرمانی میبینه و معرفی میکنه، یک ماسکی داره از خودش به بقیه نشون میده و شاید خودش هم اون ماسک رو باور کرده. و با واقعیت‌های ضعف‌ها و شکستگی‌های خودش آدم مغرور نمیخواد روبرو بشه. این یکی از اون خصوصیاتی بود که حالا نویسنده تو جدول می‌نویسه. من وارد همه خصوصیاتش نمیشم تو درس هفته آینده، ولی خوبه که این موضوع رو ما داریم با هم یواش یواش باز می‌کنیم. و میگم هدف من همیشه توی این برنامه‌ها اینه که قلب خودمون رو تفتیش کنیم، چه جاهایی ما باید عوض شیم، ما باید توبه بکنیم، ما باید اصلاح بکنیم رفتار خودمون رو، احساسات و عکس العمل‌های خودمون رو، دید خودمون رو به دیگران و به خودمون، تا بتونیم در فروتنی، در محبت، در صداقت جلو بریم. مرسی که با من تو این جلسه بودی. تا هفته آینده خدا نگهدار.